شهلا شفیق جامعه شناس از پاریس با ماست. خانم شفیق، این بحثیه که سالهاست در فرانسه وجود داره، اینکه نظام سکولار این کشور تا چند اندازه باید در جاهایی مثل مدارس و نهادهای دیگر دولتی جلوگیری بکنه از ورود کسانی که لباسی پوشیدن یا شمایلی در همراه خودشون دارن که ممکنه نشانه مذهبی باشه. به نظر شما خط بالانس کجاست بین آزادی‌های فردی و سکولاریسم در فرانسه؟ ببینید، من فکر می‌کنم که تو اون نکته آخر که اون خانمی که رئیس اتحادیه هستن، که البته بگم در فرانسه این بحث بسیار پیچیده است، یعنی در درون خود اون اتحادیه و در درون خود چپ و در درون خود راست خطوط افتراق و وفاق وجود داره، ولی اون چه که همه در موردش وفاق دارن قانونی هستش که در سال 1905 که هنوز مسلمانان در فرانسه نبودن، یعنی منظورم حضور خیلی وسیع نداشتن، در مورد من علائم مذهبی، هر گونه علائم مذهبی در مدارس لائیک دولتی. من تأکید میکنم به دلیل اینکه بدفهمی‌های در خارج از فرانسه وجود داره که گویا این در همه جا هست، در خیابون‌ها هست، در مکان‌های عمومی هست، در سانترای به اصطلاح آموزشی هست، در مراکز هست، هیچ این چیزی نیست. این از سال 1905 در فرانسه چنین قانونی وجود داشته. در سال 82 و اینایی که میگم همش این نکاتی که میگم برای بحث ما برای فهم موقعیت خیلی مهمه. در سال 82 برای اولین بار در صورتی که مسلمانان، اونهایی که بهشون میگیم کسانی که خودشون مسلمان میدونن، بیش از یک قرن در فرانسه زندگی میکنن، در سال 82 یعنی 3 سال بعد از انقلاب ایران، 4 سال بعد از انقلاب ایران، همون سالی که در واقع در سراسر اروپا مسئله اسلامگرایی مطرح میشه، در فرانسه اولین موردهای حجاب در مدارس دولتی لائیک دیده میشه. در اون موقع جنجال بسیار شد. من خودم اون موقع تازه رسیده بودم و در اون حدی که زبان فرانسه اجازه میداد این بحثا رو دنبال میکنم و بسیار متعجب بودم، چون ما در ایران با همین ماجرا درگیر بودیم. خب اینجا دوباره مردم سراغمون. خب بعد از اون به هر حال این ماجرا، این تحریکات، این مسائل اینقدر ادامه پیدا کرد و اون موقع مثلا فرض کنید شاه مراکش، تا جایی که من یادمه که دقیقاً چون روش کار کردم میگم، وارد شد به بحث، به این دو تا دختری که اونجا گذاشته بودن گفت شما بردارید، شما در قانون اون مملکت هستین، بردارید. خب اونا قبول کردن، ولی انجمنهای اسلامیستی در محله ها رفتن و این مسئله رو به دادگاه کشوندن. خانم شفیق، همینجا یه پرانتز باز بکنم، متوجه هستم مثلا اگر بگن معلمان، کادر آموزشی حق ندارن نمادهای مذهبی داشته باشن در داخل مدرسه، ولی دانش آموزان به شکلی ارباب رجوع هستن به گمانم دیگه، به قول یکی از همکارانمون دیروز اینجا، چرا اونها باید مجبور باشن؟ و بعد این مرز رو کجا، خب این مرز رو کجا میخواید؟ یعنی آیا واقعا مثلا یک دانش آموز دختر فرض کنید اگر یه دونه صلیب کوچک داشته باشه، باید یه دونه مثلا ایست بازرسی جلوی هر مدرسه و مکتبی در فرانسه بذارید که ببینید آیا کی صلیب انداخته یا ستاره داوود داره؟ بعد اصلا تعداد مذاهب زیاد هست، مگر چقدر اطلاعات وجود داره؟ فرض بکنید من یک دین جدیدی فردا راه بندازم و بگم هر کی لباس آبی بپوشه مثلا به این دین اعتقاد داره، کجا میخواید خطو بکشید؟ نه ببینید آقای فرهزاد، برای که ما این بحث رو دقیق متوجه بشیم باید به چند نکته توجه کنیم. ببینید، ما در یک جامعه زندگی میکنیم که مسلمان ها در اروپا بهش میگن، به شوخی یا به هر حال به استعاره میگن، اولین کشور مسلمان اروپاست، یعنی اولین کشور یهودی اروپاست فرانسه، یعنی تعداد یهودیان، مسلمان ها و حتی الان بودایی ها نسبت به کشور دیگه. چرا حالا؟ و اینا از تمام امکانات اینکه مذهبشون رو آزادانه اجرا بکنن در فرانسه برخوردارن، یعنی مسجد وجود داره، کنیسه وجود داره، معابد وجود داره. خانم شفیق، اینا که نبود که دیگه اصلا یک حکومت دیکتاتوری میشد، یه شرایط دیگه بود. ما داریم در فرانسه اروپای قرن 21 مدرن لیبرال صحبت میکنیم و مقایسه میکنیم با کشورهای مشابه، مثلا با بریتانیا، مثلا با ایالات متحده آمریکا. اینجا در آمریکا کسی نمیتونه به دانش آموز بگه با حجاب بیا یا با حجاب نیا. نه ببینید، اصلا مسئله حجاب نیست، مسئله تمامه. ببینید، شما باید به فلسفه‌ای که وجود داره، شما سوالی که باید در مقابل خودتون بذارید اینه که شما در یک مدرسه چه چیزی برای یک دانش آموز ضروریه. اینکه اولا که یه صلیب کوچیک نیست، یعنی این لباسایی که به این شکل دست جمعی حرکت میکنن و این چالش دیگه میافتید در کار قضاوت دیگه، این کوچیک است، اون بزرگ است، این زیاد است، این کم است. نه 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 اجازه بدید،
قانونی. ببینید آقای فرزاد، نه بعد جز به بدفهمی های این قانونه، قانون تمام این موارد رو تصریح کرده. یعنی شما در فرانسه به دلیل اینکه باید دانش آموز زیر 16 سال باید بتونه، و بعدا در دانشگاه مثلا همچی چیزی نیست، همه میتونن، وقتی که باید بتونه که با خیال راحت با تمرکز روی درسش، علائم تجاری هم همینطوره، در تمام مسائل همینطوره، نمیتونن هر گونه لباس رو بپوشن به این شکله. و این مسئله رو اسلامیست ها ایجاد کردن، نه بقیه. ببینید در فرانسه اگه شما میگین 300 نفر در سراسر فرانسه، اشکال اسلامیست هم بالاخره بخشی از جامعه هن دیگه، حتما نباید. بله. نه منظورم، نه میدونیم مسئله اینه که شما نمیتونید مدرسه رو باز کنیم به تمام تحریکات، نمیتونین هم چیکاری رو بکنین. شما باید بتونین یه تحلیل سیاسی از این موضوع داشته باشین، ببینین آیا این جزء این تحریکات یا نه. در سراسر فرانسه میلیون ها دانش آموزن، 300 نفر این کارو میکنن. چرا رویترز اینو بولدش میکنه؟ به دلیل اینکه اگه یه نفر باشه، خانم شفیق، حق چیز شخصیش نیست مگه؟ من دارم با کشور مشابه مقایسه میکنم. ما در فاصله نه چندان دورتر اونور کانال مانش، بریتانیا چرا همچین مشکلی نداره؟ ببینید در بریتانیا هزار تا مشکل دیگه هست، و اتفاقا به دلیل تمرکز روی این موضوع فرانسه اونا نادیده گرفته شده. در بریتانیا که من شخصا در خود لندن رفتم و کسانی رو که در اونجا کار کردم ملاقات کردم، در بیمارستان‌های عمومی زنان برقه پوشو محله‌ای دارین که تمام محله برقه است. در فرانسه برقه ممنوع شد. شما اون مسئله که یک زنی زیر برقه چجوری زندگی میکنه اونقدر نباید براتون ظاهرا مهم باشه، برای من مهمه. و اینکه اون زن وقتی که میره تو بیمارستان دولتی، یعنی رئیسیته، یعنی این تو بیمارستان دولتی میره و یک انجمنایی هستن یا مردایی هستن جو که میگن پزشک مرد نباید به این دست بزنه، اینا ببینید فقط یه مسئله لباس که نیست، هزار تا قانون باش میاد، هزار تا رفتار باش میاد. ما تو مملکت خب اینها خانم شفیق، من که آدم مذهبی نیستم، ولی بعضیا باورهای مذهبی دارن دیگه. نه مثلا اینجا در ایالات متحده مذهبی ربطی نداره. به نظر من جایی که اسلامگرایان یا اسلامیستا پیروز شدن در جنگ فرهنگیشون، معادل کردن حجاب به عنوان نماینده اسلام بود. شما برید از زنانی که در ایران مسلمانن بپرسین، از زنانی که در فرانسه هستن بپرسین، بسیاری از مسلمانان فرانسه این اعتقاد رو ندارن که حجاب نماد اسلام. 100% اینطوره، ولی یه عده کوچکی هم ممکنه داشته باشن. این اعتقاد مذهبی نیست، این یک اعتقادیه که گفتم بهتون در سال 82 برای اولین بار ما در مدارس دولتی لایق با چنین چالشی روبرو شدیم. شما به عنوان یک آدمی که سر مسائل اجتماعی فکر میکنه، پرسش ها رو غلط نباید مطرح بکنید. اگه پرسش رو غلط مطرح بکنید که رویترز هم غلط مطرح میکنه، بعد جوابش هم غلط میگیرید. جواب پرسش درست اینه. البته میگن خانم شفیقی هیچ پرسش غلطی وجود نداره، جواب ها میتونن غلط باشن، ولی به هر حال نه آقای فرهزاد ما موافق نیستیم. وقتی که پرسش غلط باشه جوابم غلطه، ولی وقتی که پرسش صحیح باشه امکان این که شما 50% جواب درست بدین در کار من باشه. من یه مثال ساده بهتون میزنم. من فرض کنید یک دختر 15 ساله از یک خانواده عرب هستم، فرض کنید مثلا از قطر هستم، پدرم دیپلمات، الان اومدم در پاریس دارم زندگی میکنم، تمام عمرم خودم، خواهرانم، مادرانم، با فرض اینکه حالا میدونم میشه رفت سر جزئیاتش، ولی با فرض اینکه بدون اجبار کسی، به عنوان بخشی از فرهنگم یا باورم اینه که من باید حجاب به سر بکنم، اینطوری زندگی کردم. حالا میخوام برم در یک مدرسه در پاریس تحصیل بکنم و مدرسه به من این اجازه رو نمیده آنچه که دوست دارم رو بپوشم. در نهایتش همینه دیگه. اولا که اون پروفایلی که شما ترسیم کردین آقای فرهزاد، اون خانم امکان داره بره تو مدرسه خصوصی و خیلی هاشون میکنن این کار. اما در مدارس دولتی، این مدارس دولتی نسرهایی رو در فرانسه تربیت کرده که زنانی بودن که از الجزایر آمدن، زنانی بودن که از مراکش آمدن، و فیلم هایی هست راجع به مهاجرت که چون من در دامنه مهاجرت کار میکنم میبینم، و تو محله های فقیرنشین، تو محله های مردمی، شما اگر با دختران صحبت میکردین که من کردم این کارو، یعنی بر اساس یک مقاله، من اینو نمیگم، رفتم و کار کردم، اونها به شما خواهند گفت که اگر این چنین قانونی رو دولت بذاره و اجازه بده که اسلامیستا اینجوری پیشروی کنن، فردا تو محله‌ای که به شکل گتوه و اینا همش مسائل اجتماعیه و باید به اینا برخورد بشه و باید به این تبعیضات برخورد بشه، نباید بیان زوم کنیم روی این موضوع. ولی همون دخترها همچنان که به من گفتن
اگر این دولت فرانسه عقب بشینه فردا فلان مرد همسایه، حتی اگه پدر من موافق بشه، میاد میگه دختر تو چرا میذاری که وقتی دولت قبول میکنه چرا این لباسو نمیشه؟ ببینید در محله هایی هست در پاریس، تو من میتونم عکسش رو براتون بفرستم، این عباها کجا فروش میره؟ شما برید توی محله در دل پاریس میبینید که این عباها اونجا هست و کتابای ایدئولوژیک فروشه. این فروش یک ایدئولوژیه. اگر این واقعیت خانم شفیق اینجا در ببخشید طرفتون رو قطع میکنم، من دارم بر اساس ارزش‌های لیبرال، من اینو بر اساس ارزش‌های لیبرال دارم میگم نه ارزش‌های اسلامی. اینجا در آمریکا شما میتونید برید در یک کتابخونه ای و کتاب آدولف هیتلر رو بخرید، نماد آلمان نازی رو هم بخرید. کسی که ستایش نمی‌کنه همچین چیزی رو، حالا من یک مورد بسیار اکستریم رو دارم میگم، ولی به هر حال حق اون فرد استش که فرض بکنید پرچم نازی رو هم بر دوش بگیره و در خیابان راه بره. میدونید هیچ کسی ترغیب و تشویق نمی‌کنه چنین اقدامی رو، ولی میگن اون آزادی بیانش هست، حریم خصوصیش هست و تصمیم شخصیش هست. یعنی میخوام بپرسم که این ارزش‌های لیبرال هم بالاخره یک جایی باید رواداری رو هم به همراه داشته باشه، اینطور نیست؟ ما در یک من معتقد هستم که آزادی یک رابطه مستقیم داره با زندگی همه شهروندان. برای من به عنوان یک فردی که تمام یعنی خیلی از تو جامعه فرانسه زیادن ها و خیلی از مراکشی ها، خیلی از الجزایری ها، خیلی از آفریقایی ها، خیلی از فرانسوی ها، کسانی که با اسلام ایدئولوژیک و اسلام سیاسی میانه ای ندارن، این آزادیه، این قانون. ولی برای شما میتونه این خلاف آزادی باشه. ما بستگی داره به اینکه مرز آزادی رو کجا میذاریم. من فکر میکنم زمانی که قرار آزادی کشی صورت بگیره، برای یک ایدئولوژی صورت بگیره، چه در مورد نازی ها باشه، چه در مورد اسلامیست ها باشه که نقاط مشترک زیادی هم با هم دارن، من شخصا فکر نمی کنم که تظاهرات نئونازی ها بعد بیاد و یه نفر پرچم نئونازی یا اون صلیب شکسته رو بگیره تو خیابون را بره. من فکر می کنم که مرزهای خط قرمزهای وجود داره، ولی حجاب جزو این خط قرمزها لزوما نیست. در خیابان آزاده، در دانشگاه آزاده، و همین الان هم سوء استفاده خیلی زیادی از اسلام سیاسی در این محافل صورت میگیره. ما باید اجازه بدیم که حداقل در مدرسه، آقای فرخزاد اجازه بدیم، من دو سال پیش یک تحقیقی خودم کردم در این مورد. ببینید در مدارس این بحثی که شما میگین، همین مثلا امثال تو خود معلم‌ها این بحث بود، میگفتن خب دخترایی که میان تو مدرسه وقتی که این حجاب رو بعد بردارن میرن بیرون میذارن، خب تو چی فکر میکنی؟ من میگفتم بسیار خوبه. چرا؟ برای که حداقل در طول 8 ساعت من به عنوان یک زن، یه دختر جوان، فکر نمیکنی این به مغزش چسبیده، این مجبوره حداقل 8 ساعت میدونه که میتونه از این جدا بشه. شما فراموش نکنید سوال درست اینه، چرا در هیچ مذهبی، چون فقط در اسلام نیست که حجاب رو گفتن، یهودیام داشتن، مسیحیام داشتن، به مرور اینا کنار گذاشته شده به علت سکولاریسم و دموکراسی، چرا در هیچ مذهبی حجاب به مردان توصیه نشده؟ اگه جواب این سوالو دادین بحثو متوجه میشید. چرا نشده؟ برای که بدن زنی که مکان گناهه. حالا اگر ما این رو قبول کنیم، یه دختر جوانی که میره تو مدرسه حداقل 8 ساعت بدنش مال خودشه، برای من یک پیروزیه. حتی اگر وقتی که میاد بیرون مجبور بره تو محلی، اصلا دلش میخواد، کسی آزادی که نگرفته که تو وقتی از مدرسه آمدی بیرون میتونی اون کار رو که دلت میخواد بکنی. اجازه بدین که 8 ساعت در روز این فکر، این مغز آزاد بشه، اون چیز اون رو سرتون نچسبونن، نگن که شما باید اینجوری لباس بپوشین اونجوری لباس بپوشین. آقای فرخزاد فراموش نکنید که ما که بگید چه نپوشیدم، گفتن این است که چجوری لباس بپوشید دیگه. به هر حال یعنی نه حتی نه. اگر یک نفر هم اصلا دوست داشته باشه، علاقه داشته باشه، حقش نه علائم مذهبی بحث سر لباس نیست. حجاب اسلامی یک لباس ایدئولوژی، یک یونیفرم، ما اینو تو مملکت خودمون دیدیم، یعنی دیگه ما نمیتونیم به این بگیم این یک لباسه، این یک پوششه. گفتم سوال رو ما یه جوری چیز نکنیم که جوابش غلط باشه، میدونین؟ یعنی که شما وقتی که من تو مملکت خودم دیدم، من موقعی که دانشجو بودم تو دانشگاه در زمان پیش از انقلاب، میدیدم که داره یه حجابایی تو دانشگاه میاد. قبلش ما اصلا همچی چیزی نداشتیم، مادر بزرگ من که حجاب داشت یه روسری داشت که اونو میرفت تو مهمونی هم که بود و
بعض وقتا از روش سرش هم سر میخورد میفتاد روشونش، هم توی مجلس میرقصید هم با مردا دست میداد. بعد من تعجب میکردم میگفتم این دخترها تو دانشگاه چرا این روز از امروز به فردا این ماجرا شده. بعد اون اونیفرمی رو که درست کردن خواهرم حجاب تو سنگر تو، از اون اونیفرم چی بود؟ گفتن چیز بذارین اینجا رو بپوشونین اون رو اونجوری کنین نمیدونم این کارا رو بکنین، بعدا این شد اونیفرم جمهوری اسلامی. خب ما که این صابون به تنمون خورده، خب چرا این بحث رو اینجوری مطرح میکنین؟ من فکر میکنم که بعد واقعیت جامعه رو اونجوری که هست، و اتفاقا من استقبال میکنم همبارم تو مدرسه ها با سندیکا ها با این، من استقبال میکنم از اینکه تجربه ایران بتونه مورد بحث قرار بگیره، و فقط هم تجربه ایران نیست، میگم من در خود جامعه فرانسه سر این موضوع تحقیق کردم، من 30 ساله دارم اینجا سر این موضوع کار میکنم. ببینیم 30% دخترهایی که برقه سرشون کردن در فرانسه از خانواده های مسلمان نبودن. 30% شوخی نیستا؟ 30% دخترانی که در جامعه فرانسه برقه سرشون کردن قبل از اینکه ممنوع بشه، اینها از خانواده مسلمان نمی اومدن. چرا به نظر شما اینا برقه؟ بلکه این یک ایدئولوژیه، بلکه به اینا اینجوری چیز میشد که شما اینطوری دچار امنیت میشین، منم چیز شیء جنسی نیستین، همون حرفایی که توی کشور ما هم زده شد. خب ببینید، بنابراین مسئله سر مسلمانی یا غیر مسلمانی نیست، مسئله سر یک نماد ایدئولوژیکه، و در این مورد جنگ آقای فرخزاد، جنگ ما تو این جنگ باید جایگاه خودمون رو روشن کنیم. منم به هیچ عنوان مشکلی با اینکه این خانم‌ها یا دخترها یا هر چیزی بهشون هم صحبت می‌کنم هیچ مسئله‌ای هم ندارم، عقیده هم ندارم بعد تو خیابون حجاب و از سر اینا کشید، ولی معتقدم قوانین مدرسه لایق که از سال 1905 برای مسلمان هم نبوده، برای تمام بوده، باید اجرا بشه به نفع همه دانش آموز هست. آزادی من با آزادی شما با هم ربط داره. اینجوری نیستش که ایشون آزاد باشه بعد یه جامعه ای از اثراتش متوجه بشه. میدونی؟ یعنی من میگم این آزادی رو ما باید بذاریم در متن این جامعه، در متن تاریخ این جامعه، و فراموش نکنیم جامعه فرانسه در سال 1905 لائیسیته رو بر علیه کلیسای قدرت کلیسای کاتولیک انجام داد، بر علیه مسجد انجام ندادا. ببینید در اون زمان کلیسای کاتولیک حکومت میکرد، و اگر قرار بود اون قوانین همه حکومت کنه، امروز در فرانسه سخت جنین ممنوع میشد، امروز در فرانسه طلاق ممنوع میشد، چون بر اساس قانون مسیحیت ممنوعه. فراموش نکنیم ما چنین تاریخی رو پشت سر داریم. فرانسه در آمریکا چنین تاریخی وجود نداشته، بنابراین حساسیتایی که نسبت به این موضوع است و چالشایی که نسبت به این موضوع است، من جامعه آمریکا رو از دور میشناسم، ولی در انگلیس که میشناسم میدونم که مسائل خیلی زیاد. فقط یه مثال میگم بحث رو تموم میکنم. ببینید در انگلیس، در لندن، اگر یه دختری که از خانواده مسلمان میاد بره تو مدرسه، استخر بخواد بره، بهش میگن نه، شما پدر مادرتون از یه خانواده هستن، طبق فرهنگ شما این برای شما نیست، باید اول پدر مادرت اجازه. ببینید این یعنی محرومیت، این یعنی تبعیض. همچنان که در بیمارستان اگر که یکی دکتر مرد نتونه به شما دست بزنه، این یعنی محرومیت زنان از کمترین امکان. اینکه شما اونو سرتون میکنین میرین تو پلاش، مرد بغل دستتون با شورت را میره، این یعنی محرومیت. خواهش میکنم این چیزا رو نگاه کنین، به جای اینکه بحث لیبرالیسم اول به اینا توجه کنین، و ایناست ما به ازای این مسئله حجاب، این چیزاست. حجاب اگه فقط یک لباس بود دیگه احتیاجی بود تو مملکت ما این کارا رو بکنن؟ خب چرا میکنن؟ چرا میکنن؟ شما به این سوال درست چی جواب میدین؟ برای که لباس نیست، برای که وقتی تبدیل به ایدئولوژی میشه با یه گلمه کد با خودش میاره. این کدهای رفتاری تو مدرسه هم هست، تو مدرسه هم هست. شما فکر کنید که یه معلمی رو در همین 3 سال پیش توی فرانسه سر بریدن با خاطر کاریکاتور، سر بریدن یه معلمی که وقتی که شما میرفتین تو مدرسه بچه ها عاشق این بودن. اینا تو این مملکت اتفاق افتاده. اگر که ما بخواییم به این مسئله نگاه کنیم، باید اینا رو نگاه کنیم دیگه. شما خطر اسلامیسم حتما موضوع پیچیده ای است، برای همین هم هستش که موضوع بحث امروز ماست. ولی متاسفانه دیگه آروم آروم فرصت ما به پایان میرسه. خیلی خیلی از شما سپاسگزارم. ممنونم از شما. این بحث رو با مهمانان دیگر هم در دقایق پیش رو ادامه خواهیم داد. شهلا شفیق، جامعه شناس از پاریس، ممنونم از شما.